فقها از حجاز 37 نفر فقیه و عالم و ملا و مجتهد اهل سنت فتوا دادند و امضا کردند. فردا شب انشالله یادم باشه میارم نشونتون میدم که از عربستان اومد برامن که شیعه کشتنش واجب. اینا بعد سر قرما میدن. این فتوا رو ما که یک ساله بیشون میگیم آقا این فتوا رو نشون بده، شما که گفتی فردا شب میارم، الان یک ساله ما فادیه نمیشتم چرا نمیاره؟ دروغ میگه. کار آخوند شیعه دروغ گفتنه. با این دروغ ها حزب الله شنو که حزب شیطانی هست شارژ میکنند، فریب میدن و آخر شنو به دست میگیرن، بعد هم میفرستن تو جبهه. زنش هم تا کشتیش عده لازم نداره چون عده مال وفات و طلاق مسلمان است، شیعه مسلمان نیست. تا همش درو. اگه اینطوریه و شیعه ها در عربستان هستن، در کشورهای عربی هستن، چرا کسی این کار نکرده از روز که زندگی کردن تا الان؟ لیکن هدف این فریبکاران دروگویان چیزی دیگری است. کشتیش بازنش همون وقت ازدواج کن، کالی که خالد ابن ولید با ناموس مالک ابن نویره کرد. یه شب میگم برات، در بحث صحابه که اومدن مفصل میگم برات. ها اگر کسی فتوا دادن اگر کسی 9 تا شیعه را کشت، اگر گناه جن و انس و اولین و آخرین به گردنش باشه، خدا میامرزه و بهش بهش واجب میشه. یه همچین قشر بی منطق بی فرق برابر خدا از این دروغ گویان، شیطان از اینها دروغ یاد میگیره. سربازان شیطان همین ها، آخوند شیعه سرباز شیطانه. چرا؟ چون دروغ و جایز میدونه. مذهبی که دروغ و جایز بدونه دیگه چیش میشه اعتماد کرد؟ قانون اساسی به دروغ مینویسه، مردم به دروغ شارژ میکنه. اعوذ بالله. و این دروغ ها چه فتنه هایی بپا میکنه، چه فساد هایی بپا میکنه. دروغگو دشمن خدا و رسوله، ولی زن مولایان شیعه دشمن خدا و رسوله.